The first time I went to Masoud Rajavi's rally in Tehran, and I heard he was talking about the freedom and democracy. And the equal rights between women and men, and it had a lot of effects on me and a lot of other youth like myself. سرنگونی رژیم شاه و روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران اون زمان ما نسبت به MEK فضای خوبی تو ذهنمون بود اما بعدن که بیشتر با این سازمان MEK آشنا شدیم و به صورت حرفه‌ای با اون کار کردیم فهمیدیم که اون واقعیت که تو ذهن ما بود اون چیزی که ما فکر می‌کردیم در واقع با واقعیت 180 درجه اختلاف داشت. زمانی که دانشجو بودم سال 1986 به سازمان مجاهدین پیوستم البته این به خواسته خودم نبود و به همراه همسرم یعنی با تصمیمی که همسرم اون موقع گرفت و پیکی که از طرف سازمان مجاهدین اومده بود اونجا من منتقل شدم به سازمان اون موقع که ما خب بچه های ما به دنیا اومدن یا مثلا خانواده بود میگفتش که شما بخش زیادی از انرژی شما و کلن کارهای روزمرتون معطوف به زندگی خصوصی شده و ما اینو نمیخوایم یعنی یه انقلابی نباید توجیهش این بود که یه انقلابی نباید انرژیش غیر از بحث مبارزه صرف چیز دیگه‌ای باشه اونجا رجوی اعلام کرد که من بعد جریانی به نام جریان خانواده و زن و فرزند در درون MEK وجود نداره گفتن حلقاتونه در بیارید من خودم حلقه طلا داشتم حلقه طلا رو در آوردیم داخلی کاسه همه حلقه ها رو جمع کردن و گفتن دیگه به هیچ عنوان کسی حق ازدواج تا زمانی که رژیم ایران سرنگون نشده نداره من بچه‌م کوچیک پسرم 6 ماهه بود شیرخوار و دخترم 5 ساله که اینا رو جدا کرد سازمان و برد هر کدوم یک کشور فرستادن MEK they destroy our life our family everything because they thought that if we don't have that you know if they take that away we will stay with them سازمان یک کنترل خیلی سخت و شدیدی رو روی افراد انجام میداد و همینطور به طور خاص روی زنان مسعود رجوی در یک جلسه گفتش که ما میخواییم هر گونه امید به آینده رو از بین ببریم یا شما تمام عیار با تمام وجود هستید برای سازمان یا نیستید و به دنبال این بود که گفت که خب حالا یعنی شروع کرد به این که یکی از چیزایی که افراد دارن بهش فکر میکنن خانوما دارن بهش فکر میکنن این که آینده برن بچه دارشن و دوباره دنبال زندگی و تو بازدیدهایی که شروع شد از زنا به طور گسترده دیدیم که خانوما رو دارن یکی یکی همینطور 20 تا 30 تا مثلا مشاهده شد که اینا دارن میرن رحمشون رو جرایی میکنن کلن در سازمان مجاهدین زنا برای زنا بالاترین خواسته ای که رجوی میخواست ازشون در واقع به عنوان ذوب در رهبر عقیدتی به عنوان اینکه یکی شدن با رجوی حرمسرای سازمان یا به اصطلاح حوز مخصوص شورای رهبری اصطلاح کسایی بود یا خانمایی بود که با مسعود رجوی همخوابگی داشتن یا ارتباط جنسی بینشون برقرار شده به اینا یه دونه گردنبنده که من از گردنبنده که خودم داشتم عکس گرفتم این گردنبند رجوی مینداخت گردنشون من میدیدم اینا وقتی مخالفت میکنی باهاشون آخر سر میکشنت و وقتی هم کشته شدی شهیدشون میشی One of the most important thing that I never forget It was when 9/11 happened. We were in the middle of very ideological session, cleansing and brainwashing. They put a lot of chocolate, the candy, and every vegetable, everything there, you know, and with the wide screen everywhere.
Masoud Rajavi was in the middle, and he said, "Today I have the greatest news." And then they show this plane, you know, hitting this twin tower over and over and over again. And then everybody, you know, applauding. در دیدگاه MEK آمریکا به عنوان امپریالیست جهانخوار با عنوان دشمن تمام مردم دنیاست. اینو به صورت آموزش در مغز تک تک ما فرو کرده بودن. اما در سال 2003 بعد از سقوط رژیم صدام حسین اونجا رجوی گفتش که آقا الان صاحب خونه قبلی ما رفته، صاحب خونه جدید ما آمریکاست، بنابراین ما الان باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم. When I see this American politician talking about MEK and meeting with them and consider them as alternative or freedom fighter, an alternative to Iranian government. There is a viable opposition to the rule of the Ayatollahs. I remember and I think of Al-Qaeda and ISIS. We all remember that Al-Qaeda at the time of Russia was created and helped by US CIA or Bush's family or all that. What it comes to my mind is enemy of my enemy is not my friend. Regime change. Regime change. Enemy of my enemy is our worst nightmare. سازمان مجاهدین خانواده رو متلاشی کرده. موقعی که من حتی با خانواده خودم هم میخواستم تماس بگیرم به من گفتم برو تو رو خدا تماس نگی. اصلا مرد و خاکش کردیم. Right now, I cannot have a normal relation with my son because he is angry. And he told me, Dad, I know you are a good person. You went to fight for freedom and democracy. Okay. But what I don't understand is why you have done that to me. I couldn't have my dad, you know, for my birthday to go to do sport, you know, to come pick me up from school. وقتی به عقب نگاه میکنم واقعا دنیایی که در اون زندگی میکردم یک جهنم بود. فردی بودم که با ماشین هیچ تفاوتی نداشتم و تماما توسط MEK برنامه ریزی میشدم. ما در فرقه در اون MEK در یک مدار بسته بودیم. در عالم مثال ما در یک اتاقی بودیم که هیچ گونه روزنه‌ای به بیرون نداشت. They took everything that I loved from my heart and my mind.